سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان ایران چه بوده است؟ نسل‌های برآمده پس از انقلاب اسلامی با چه وضعیتی در میهن خود روبرو هستند؟ آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای ولی فقیه رهبر حکومت دینی ایران خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی نوشته است. آیا جوانان در ایران کنونی آینده‌ای در پیش روی خود دارند؟ چرا روز به روز تعداد جوانانی که از ایران به ناچار مهاجرت می کنند و در پی سرپناهی در جایی دیگر از این کره خاکی مشقات بسیاری رو متحمل می شند، چرا انگیزه برای ماندگاری در کشور خود ندارند؟ پرسش ها بسیار است. در میان میگذاریم در این شماره از تفسیر خبر در ترکیه با آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و در انگلستان با آقای بهروز قاسمی، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای مازیار شکوری سلام به شما. بنده هم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم شما، جناب آقای قاسمی و بینندگان و شنوندگان محترم شما. آقای قاسمی خوش اومدید. سپاس جناب چالنگی، درود به شما، جناب شکوری گرامی و مخاطبین محترم شما. آقای شکوری عزیز، جوانان ایران از جمله خود شما در ایران در حکومت دینی ایران چه آینده ای واقعا در برابر خود دارن؟ چه آینده روشنی، چه آینده نوید بخشی در برابر خود دارن؟ بله، خدمت شما عرضم که آینده نوید بخشی با این وضعیتی که ما تا کنون میبینیم به هیچ وجه نمیشود متصور بود، به خاطر اینکه از روز ابتدای پیروزی انقلاب که رژیم جمهوری اسلامی حداقل بگویم ولایت فقیه مستقر شد، این رژیم کاملا ایدئولوژیک که جامعه رو به دو دسته تقسیم کرد، یا خودی یا غیر خودی، تقسیم بر دو، حزب، اون چرا که به ارمغان آوردن از زمان آقای خمینی تا کنون برای همه مردم ایران و البته جوانها فقط فقر بوده، فساد بوده، خفقان بوده، زندان بوده، تیرباران بوده، گورستان بوده، الان هم همون رویه ادامه دارد تا به اینجا رسیده. اگر وضعیت پس از این هم به همین گونه باشد که با وجود رژیم ولایت فقیه، با وجود ولایت مطلقه فقیه هم همین خواهد بود و به جز این متصور نخواهد بود، افق روشنی ما نخواهیم دید و روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. کما اینکه شما الان هم میبینید سیاست‌های جمهوری اسلامی جامعه رو به جایی کشانده که متاسفانه الان شما اگر بخواید بروید به مطب‌های روانپزشکا مراجعه کنید، سیل عظیمی از جوانها اونجا به قول معروف جز اون بیماران هستن، اصولا بیماری‌های گوناگون روحی و روانی دچار شدن، افسردگی دچار شدن
شدن، بحران اشتغالی که ایجاد کردن، مسائل دیگری که ایجاد کردن برای جوانها، استقلال و آزادی جوانها رو هم گرفتن و به گونه‌ای باید بگوییم که به جوانها القا کردن که شما بی‌شخصیت هستید، شخصیت ندارید، شما در جامعه انگل هستید. این وضعیت را تا کنون ایجاد کردن. اگر پس از این همین رژیم ولایت فقیه باقی بماند، خدای ناکرده که انشالله باقی نماند، وضعیت به همین ترتیب ادامه خواهد داشت و این گنداب وضعیتش بسیار بدتر خواهد شد، عمیق‌تر خواهد شد و پربوتر. خب آقای قاسمی، چه تا چند اندازه بازتاب واقعیت بود آنچه که آقای شکوری گفت؟ به هر حال ایشون از مشکلاتی که خب تو جامعه ایران بوده و هست داره صحبت میکنه، چیزی غیری نمیشه گفت. منتها من تو نگاه خودم شاید به عنوان جوان سابق یا نوجوان رژیم گذشته و فردی که جوانیش رو تو این دوران گذرون، اگر به شکلی کلیتر اگه بخوام من نگاه کنم، حالا این مسائلی که آقای شکوری هم گفتن ممکنه برخی از هموطنان پاسخی داشته باشن که در هر حال این موارد در همه جای دنیا در هر کشوری هست، ولی من از این جنبه میبینم، چرا که شما منو به عنوان تحلیلگر سیاسی معرفی کردید، من بیش از این که بخوام تحلیلگر سیاسی باشم، نمیدونم هستم یا نه، اون رو شنونده باید قضاوت بکنه، من فعال سیاسی بودم چه در قبل چه امروز. در حال ما تحصیل میکنیم بله، بله. فعال سیاسی. نه مسئله اون نیست، من میخوام از منظر خودم بگم. وقتی به یاد میارم در دوران گذشته که مشکلات جوانان چه بود با حکومت خودشون، به یاد میارم که به دلیل نبودن در واقع نهادهای مختلف اجتماعی سیاسی مستقل، عمده فعالیت ها منحصر میشد به کاخ جوانان، و در کاخ جوانان اونچه که اتفاق میافتاد دو گروه یا دو تا مخاطب داشته، برخی در یه جامعه سنتی واکنش منفی نشون میدادن رو اون نوع فعالیت هایی که کاخ جوانان انجام میداد و به جای جذب دفع میشدن، و برخی هم بله جذب میشدن، و بعدم بازتاب های اونچه که در کاخ جوانان اتفاق میافتاد نهاد یا شرایط مستقلی نبود که اونها رو بتونه تحلیل بکنه، بتونه عیبش یا حسنش رو مورد بررسی قرار بده. این در حال حاضر هم همینه. سازمان وجود داره به نام سازمان ملی جوانان که در واقع ارتباطگیری حکومت با مردم یا به ویژه جوانان رو داره کانالیزه میکنه این سازمان، و اون چی که از رفتار این سازمان برمیاد میشه اینطور تصور کرد، در بهترین شکل خودش، در بهترین شکل خودش، نه اون چی که امروز هم حتی هست، احتمالاً برای حکومت در عالی ترین شکلش یک بسترساز خوبیه برای که جوانهای بیشتری رو بتونه به عنوان بسیجی فعال معرفی بکنه و از تمامی جوانها یک بسیجی بسازه. من فکر میکنم اصلی ترین عاملی که برای جوانهای کشور چه در گذشته چه در امروز، به خصوص در امروز، میشه ازش نام آورد امیده. وقتی که امید به خیلی چیزا، به خیلی پیشرفت و شادی، نشاط، اینها قطع بشه، اون وقتی که ما میبینیم آمار مهاجرت ما بالا میره، ناامیدی در تحصیل، در تحصیل خوب، در شادی و نشاط خوب پیدا کردن در داخل کشور به وجود میاد، و اون وقتی که اون رویه که شما در ابتدای صحبتتون بهش اشاره کردید رو ما هی خواهیم دید که این آمار هر روز بیشتر از قبل میره. متاسفانه امروز ما هیچ نهاد مستقلی رو نداریم، تنها نهادی که ارتباط گیری میکنه بین حکومت و جوانای ما سازمان ملی جوانان، در حالی که من فکر میکنم اگر احزاب، تشکلها، NGOها بتونن از یک فضای باز و آزادی برخوردار باشن، اون وقت روال تغییر خواهد کرد. خب ببین، چند نکته در صحبت‌های شما هست قابل توجه است. یکی اینکه اشاره کرده اون چه که آقای شکوری گفت در تمام جوامع هست، که به نظر میرسه چنین نیست، یعنی میزان اعتیاد در میزان اعتیاد در میان جوانان در کشورهای دیگه هست، کشورهایی که شاید بیشتر از ایران باشه، ولی به اندازه ایران خیلی از کشورها نیست. دوم اینکه من برای بینندگان توضیح بدم، خانه‌های کاخ‌های جوانان علاوه بر خانه‌های جوانان، توضیح خواهم داد، کاخ‌های جوانان مراکزی بود، مراکزی فرهنگی و بیشتر هنری و نه سیاسی در حکومت پیشین، در دوران پیش از انقلاب. در کنار اون خانه های جوانان بود در وابسته به سازمان شیر و خورشید که اون اردوگاه های دانشجویی هم درش برگزار می شد.
منتها نکته این آقای قاسمی عزیز که شما که اشاره کردید، من در حرف من این هست، در عرصه اجتماع یعنی در انگلستانی که شما زندگی میکنید، اونجا نهادهای ویژه جوانان هم ممکنه باشه، منتها تمام جوانان در اون نهادها نیست که میرن و فعالیتشون در اونجا محدود نیست. در سطح جامعه منظور ما هست، در سطح جامعه مثلا در حکومت گذشته ایران جوانان، اگر من به کاخ جوانان هرگز سر نزده بودم در تهران، بله خانه های جوانان فستیوال تئاتر شهرستان ها رو ما داشتن، ما سرکشی کردیم، اما رفتیم و دیدیم به اعتبار منتقد تئاتر بودن در اون زمان، اما جوانان آینده‌ای در برابر خودشون داشتن، یعنی میتونستن دانشگاه رو برن، بعد از دانشگاه شغل مناسبی پیدا بکنن، چنانی تو وسعشون میرسید که بیشتر میرسید به خارج برن ادامه تحصیل بدن. سوال ما این هست که جوانان در این حکومت، حالا نهادی هست یا نیست یا هر چه که هست، چه آینده‌ای در برابر خودشون میبینن. یعنی اگه جوانی استعداد داشت واقعا میتونه از استعداد خودش بهره‌مند بشه برای رفتن به دانشگاه یا نه؟ مسئله ایدئولوژیک هم هست آقای قاسمی، در عرصه کل کشور رو منظور ما هست. بله جناب چلنگی، درسته در کل بله دانشگاه هست، دانشگاه در جمهوری اسلامی هم هست، اما اونچه که مد نظر شما منه، من اینطوری توضیح دادم، گفتم امید به شادی، امید به یک آینده پویا، اون عنصر اصلیه که به نظر من جوانها در امروز ایران نمیتونن این رو پیدا بکنن. دانشگاه دارن، دانشگاه هایی هم دارن، اما حالا دیگه وارد بحثش نشیم که این دانشگاه چه خروجی داشته، چه شرایطی به جوانها تحمیل کرده، چه از نظر مالی، چه از نظر فرهنگی، و به طور کل جامعه‌ای که توش تک صدایی وجود داره و ما اینو بارها صحبت کردیم و یک شکلی از ایدئولوژی داره در امور جوانها دخالت میکنه، به اونها میگه چه باشن چه نباشن، چگونه فکر بکنن چگونه فکر نکنن، حتی امروزه چه رشته های علوم انسانی رو بخونن یا نخونن، و اگر بخونن اونها در واقع مرجعیت جهانی اون رو از دست میدن و بعد به مرجعیت داخلی اون علوم انسانی که حالا چقدر میتونه معتبر باشه یا نباشه بحثی جداست باید بپردازن، که همه اینها در نهایت یک وضع به نظر من خاکستری و ناامید رو برای جوانای ما میتونه ایجاد کنه و کرده. و تفسیر شما رو در همین زمینه میشنویم آقای شکوری عزیز، چون مطلبی هم در همین ارتباط با جوانان شما داشتید. در ایران کنونی آیا یک جوان دارای استعداد هست، دارای علاقه هست، دارای پشتکار هست، آیا وضعیت مناسب براش وجود داره که استفاده کنه، آینده خودشو بسازه و معالن آینده کشورشو؟ فرمودن در مورد دانشگاه ها، خب حالا در شوروی سابق این آقای استالین رشته ژنتیک را ممنوع کرده بود در دانشگاه ها. خب حالا باید فکر کرد که یه شخصی که علاقه به رشته ژنتیک دارد، امید آرزویش این است که در رشته ژنتیک مثلا تحصیل کند، تکلیف او چیست؟ جمهوری اسلامی هم همین است، مثلا اومدن در دانشگاه ها مشکل ایجاد کردن در مورد رشته علوم انسانی، گفتن برخی از این رشته های علوم انسانی غربی هستند، ما باید این رو بگیریم. خب حالا باید فکر کرد اگر یک جوانی آرزوش واقعا علاقهش عشقش این باشه که مثلا برود فلسفه غرب بخونه، این چه کسی رو باید ببیند؟ این دیگه چه امیدی میتواند داشته باشد؟ اینها همه مسائلی هستن که نگاه کنید این جوانها رو اذیت آزار میکند، به هر نحوی که هست اینها سعیشون بر این بوده که جلوی استقلال و آزادی جوانها رو بگیرن در امور مختلف. مثلا شما الان بحث موسیقی رو نگاه کنید، اگر یک شخصی واقعا یک جوانی عشقش علاقش موسیقی بوده باشه، حالا هر نوع موسیقی با این بساطی که این آقایان ایجاد میکنن، موانعی که ایجاد میکنن، اون شخص نمیتواند برود به سمت موسیقی، با موانع بسیار بسیار شدیدی مواجه هست، این چه کار باید بکنن؟ خب این جوان دیگه چه امیدی باید داشته باشد؟ یا باید سرخورده بشود در داخل جامعه، یا برود به دنبال مسائلی که علاقه هم به اون مسائل ندارد که بعد دچار افسردگی می شود، یا باید از کشور خروج کند، دست به گریبان بشود تا خودش رو با فرهنگ های دیگر سازگار کند.
اینها همه مشکلاتی هستن که در جامعه ما وجود دارن. اما شما همین دانشگاه ها رو نگاه کنید، بسیاری از دانشجوها رو به علل واهی به دلایل واهی از ادامه تحصیل من کردم. دفعه پیش هم که آقای وزیر علوم رو به همین جهت استیضاح کردم و از وزارت خونه از وزارت علوم بیرون کردن. خب تمام این ملاق رو دارن ایجاد میکنن، تا کنون هم ایجاد کردن. حالا در مورد دانشگاه بحث انقلاب فرهنگی هم بود، تحصیلی دانشگاه ها بود، 4 سال دانشگاه ها رو بستن، خیلی ها میخواستن ادامه تحصیل بدن نتوانستن. جاهای دیگر هم همین هست. نگاه کنید وقتی یک حکومت ایدئولوژیک میشود، خط و مرزهای خاصی رو برای خودش تعیین میکنه، تحریم میکنه، در اینجا ناگزیر میاد و آزادی و استقلال فردی شهروندان رو محدود میکنه، یعنی به شخصیت شهروندان توهین میکنه. الان جامعه ایران به این جهت هست، یعنی به شخصیتش توهین شده، یعنی احساس میکنه، بلخص جوان ها احساس میکنه که اصلا بیشخصیت شدن. این الان جامعه ایران به عبارتی اصلا بیمار هست و همین جهت هستش. نگاه کنید آینده خوبی برای جوانهای ایران نمیشود متصور بود. الان شما روزمره اگر در ایران ببینید، ما که الان در ترکیه هستیم، اینجا ما اصلا دعوایی از جوانهای ترک ما ندیدیم. الان من 3 سال اینجا هستم اصلا ندیدم. شما اگر بروید داخل ایران، در 100 متری که انسان میرود یه چند تا دعوا از جوانها میبیند، برخوردهای شدید، فحاشیها، برخوردهای فیزیکی. اینها نشون میدهد که جامعه جوان سلامت خودش را از دست داده و عللش هم همین آقایان هستن. عللش اینها هستن، مشکلات اقتصادی که ایجاد کردن، مشکل اشتغال ایجاد کردن، مشکلات دیگری که ایجاد کردن، اینا همه تاثیرگذار بوده. اشاره کردن آقای مازیار شکوری به انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی در پی انقلاب اسلامی به دستور آیت الله خمینی پایه‌گذاری شد، برنامه ریزی شد، به اجرا در اومد. بستن دانشگاه ها بود پیش از اون و بازگشاییش به شکل آنچه که اسلامی خونده شد. یکی از ارکان اساسی و مجریان اصلی انقلاب فرهنگی و فرمانبران آیت الله خمینی آقای عبدالکریم سروش بود. گوشه ای از حرفای آقای عبدالکریم سروش رو درباره انقلاب فرهنگی و هدف اون میشنویم که با در اون زمان در مصاحبه تلویزیونی آقای سروش اعلام کرد. از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دوراندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ها همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند، از همون ابتدا اونچه که در ذهن و ضمیر و بر زبان دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود، این بود که دانشگاه ها میباید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرند و این گلستان، گلستان معطری باشه که هرگاه کسی و جویندهی وارد او میشه، از همون ابتدا پشامش به این بوی دلنواز اطراگین بشه. بنابراین از ابتدا که امام امت هم فرمان صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردند و امر کردند، همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه، همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در اونجایی که ما دانشجو میگذینیم، چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم، چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تألیف میکنیم، یا رشته رو تعطیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه های درسی میدیم. شنیدید آقای عبدالکریم سروش اشاره کرده به فرمان امام. امام از زبان ایشون هست، به لفظ ایشون دانشگاه ها باید هویت اسلامی پیدا کنن، چیزی که هرگز توضیح روشنی داده نشد.
و آقای سروش و همراهان او مانند آقای حبیبی و آقای شریعت مداری کسانی هستند که بر پای احکام اخراجی بسیاری از استادان دانشگاه امضا گذاشتند، چون برخوردار از قدرت مرتبط با آیت الله خمینی رهبر انقلاب بودند. آقای عبدالکریم سروش فیلسوف کنونی در حکومت دینی ایران، در مجموعه حکومت دینی ایران. خب آقای قاسمی شما بفرمایید که اساسا دانشگاه در شرایط کنونی آیا میتونه به اصطلاح خواستگاهی باشه یا سکویی باشه برای آینده تأمین شده جوانان در سازندگی زندگی شخصیشون، در سازندگی کشورشون؟ یعنی جوانی که به دانشگاه میره تا چه اندازه اولا امنیت داره و بعد تا چه اندازه آینده ای رو میبینه در ادامه تحصیل در حکومت ایران؟ خب اونچه که به نظر میاد از شرایط دانشگاه ها در تمام دههای بعد انقلاب یک بی‌ثباتی در خود دپارتمان دانشگاه بوده، برخوردهای خیلی ناشایست با اساتید دانشگاه که بدون شک دانشجو همیشه نگاهشون به اساتید هست و با خود دانشجو هم به انواع و شکل‌های مختلف همیشه برخوردهای سرکوبگرانه اتفاق افتاده. بیشک اگر بخواد رشدی به هر حال راه چاره‌ای ما فکر بکنیم، هیچ چیزی نیست جز به بازی گرفتن بچه های جوان و دانشجو در تمامی اموری که اونها خودشون علاقه من هستن. ببینید، من همه بحثم اشاره به مشارکت جوان در مدیریت کلان اجتماعیشه، در مدیریت محیطیشه، در مدیریت پیرامونی خودشه. وقتی که دانشجو بتونه، حالا اینکه چقدر تحصیل میکنه نمیکنه، این تحصیل حالا هر جای دنیایی ممکنه، هر دانشگاهی اشکالاتی داشته باشه، ولی اینکه چه تأثیری، چه نقشی اون جوان، اون دانشجو بتونه در مدیریت کلان اجتماعی و محیط خودش بذاره، من فهم میکنم این اون عامل امیدیه که به او داده میشه که حتی اگر یک جامعه هر چقدر فقیره، از اونجایی که اون میتونه این مشارکت رو داشته باشه، امید برای اصلاح جامعه خودش ببینه. اما زمانی که این مشارکت سلب میشه، من اونجاست که بحث ناامیدی رو میارم، که اون وقتی که من ناامید میشم از اینکه بتونم حرکت موثری برای اصلاح محیط خودم انجام بدم، و همین میتونه انگیزه نزاعی باشه که این بار در صحنه دانشگاه اتفاق نمیفته، در دیگر صحنه‌های اتفاق میفته که برای هیچ کس خوشایند نیست. سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. در همین روزها بود که آیت الله خمینی قدم به قدم نزدیک شد به اریکه قدرت. 22 بهمن ما یکی دو روز پیش بود که وارد بهشت زهرا شد پس از بازگشت از خارج تبعید و سخنانی گفت در این مورد که نسل گذشته حق نداشت برای نسل کنونی تجویز کنه چه نوع حکومتی بر سر کار باشه. حرفای آقای خمینی رو با هم میشنویم، سخنی داریم در این زمین. این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. خب آقای شکوری، شنیدید و قطعا بارها شنیدید و دیدید آیت الله خمینی این سخنش رو که نسل‌های گذشته به چه مجوزی حق داشتن برای نسل کنونی، یعنی خود ایشون و بقیه که پای منبرشون در بهشت زهرا بودن و بقیه انقلابیون، تعیین کنن که چه نوع حکومتی باشه. حرف قابل تأمل است. الان به استناد همین حرف آیت الله خمینی، آیا جوانان حق ندارند نوع حکومتی رو که میخوان درش زندگی کنن و کشورشون توسطش اداره بشه رو انتخاب کنن؟ به استناد حرف خود آقای خمینی، نه من و شما. بفرمایید. نگاه کنید، بحث استناد حرف آقای خمینی نیست. چه آقای خمینی چنین حرفی را میگفتن چه نمیگفتن،
جوان و غیر جوان در هر جامعه حق بر حقش این است که خودش نحوه زندگی خودش رو انتخاب کند، حکومتی رو که میخواهد در اون کشور باشه تا تمشیت امور کند اون رو انتخاب کند، تصمیم گیری کند، به خاطر اینکه بحث حکومت در جامعه، زندگی در جامعه، تدبیر امور در جامعه مشاع است، یعنی سرزمین مشاع است و به همین جهت تمام شهروندان حقوق برابر باید داشته باشند در به عبارتی اداره کشور، چه تصمیم گیری، چه اجلایات و بقیه مسائل. منتها بحث این هست که آقای خمینی انسان بسیار فریبکار و دروغگوی بودند. آقای خمینی زمانی که در نوفلا شاتو بودند به گونه دیگری صحبت کردند، زمانی که به تهران رفتن به گونه دیگری صحبت کردند. آقای خمینی، من این را البته دارم عرض می‌کنم که زیاد به حرف آقای خمینی نمی‌شود استناد کرد، چون اگر ما یک جا بخوایم به حرف آقای خمینی استناد کنیم بقیه جاها مجبوریم به حرف آقای خمینی که متناقض هستن استناد کنیم، ما سه کاری به اون نداریم، چه آقای خمینی گفته باشن چه نگفته باشن، این حق همه مردم ایران و همه جوانان است. منتها آقای خمینی زمانی که در نوفلا شاتو بودند، در فرانسه بودند، در پاریس بودند، با تمام رسانه‌های جمعی جهان ایشون صحبت کردند، ایشون متعهد شدن به اینکه ولایت با جمهور مردم است، نگفتن ولایت فقیه. ایشون در اونجا وقتی از ایشون پرسیدن گفتن شما میگویید اسلام، کدام اسلام؟ گفت اسلام مدینه، اسلام شورا. گفتن جمهوری، کدام جمهوری؟ گفت آقا مثل همین جمهوری فرانسه، مثل همین خوب است، ما همین جور جمهوری میخوایم. ایشون دقیقاً در پاریس گفتن که ما میخوایم به اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کنیم، پیشنویس قانون اساسی هم ایشون اونجا زیرش را امضا کردن که در اون نه ولایت فقیه بود نه یک همچین شورای نگهبان نظارت استصوابی. مون تا زمانی که ایشون به ایران میآیند انقدر که ایشون فریبکار بودن زیر تمام تعهدات خود میزنن و بیان ایشون از بیان استقلال آزادی تغییر میکنه، از بیان حقوق مداری. از همون روز اول شما میبینید ایشون در بهشت زهرا صحبت میکنن و میگوین که من میزنم، من مشت میزنم، من تکلیف معین میکنم، من اینجور میکنم، من اونجور میکنم، خود رو همه کاره میدونن. بیان آقای خمینی از زمانی که آمدن ایران تغییر کرد، به همین جهت ما همون بیانشون در بهشت زهرا رو نمیتوانیم بهش استناد کنیم، گرچه بیان درستی بود، چون اگر به بیان آقای خمینی استناد کنیم آقای خمینی بیانات بسیار وحشتناکی هم بارها داشتن. ایشون گفته بودن که ما اساسیش اینه آقای شکوری که مردم یا انقلابیون این انصاف رو باید داد که به دنبال آقای خمینی به خاطر این دست از بیاناتش رفتن، نرفتن به دنبال آقای خمینی به خاطر اینکه ایشون علنا نگفته بود اگر میگفتش که ما میخوایم اسلام رو به این شکلی که بعدها اجرا کرد یا هر استنباطی که داشت اجرا کنیم، من نمیدونم چند درصد از مردم به دنبالش میرفتن. یعنی اینکه حرف بر سر اینه، فریبکاری که شما اشاره میکنید این هستش، و مردم آیا حق ندارن بیان بگن آقا ما بر اساس این حرفای شما اومدیم دنبال شما، اما سر از زیر عبای روحانیت شیعه در آوردیم که بخشیش که حکومت میکنه چون این خونریز و پرکشتار. همان روز اولی که آقای خمینی زیر تعهدات خودش زد، ایشون در برابر تمام رسانه‌های جمعی دنیا متعهد شده بود به حقوق ملت. همون روز اولی که ایشان زیر قول خودش زد، زیر تعهد خودش زد، همون روز ملت ایران حق داشتن که با اردنگی این آقا را بیرونش کنن. کتلانشی شاید، من حالا این الفاظ نمیدونم به چه شکل در میان در عمل شده بود، اما یادمون نره اولین باری که آقای خمینی در پاریس صحبت این رو کرد که زنان در نوع پوشش آزاد هستن، هیچ اجباری در کار نیست، اما بلا فاصله یا تو سری یا رو سری شروع شد و در واکنشی به این جامعه واکنش نشون داد. بانوان ایرانی جمع شدن در برابر نخست وزیری اعتراض کردن که ما چون این قراری نداشتیم. اما از طرف آقای مهندس بازرگان، نخست وزیر انقلابی و تمامی همراهان ریز و درشت، امروز برخیشون این برانور جهان صحبت از سکولاریزم و هابرماس و پوپر و اینا میکنه، مورد فحاشی قرار گرفتن. از طرف حزب توده مورد فحاشی قرار گرفتن. از طرف سران جبهه ملی امثال آقای سنجابی و بقیه مورد فحاشی قرار گرفتن. این نبود که عکس العمل نشون نداد جامعه. آقای
شکوری بفرم. نه منظور بنده این نبود که جامعه عکس العمل نشون نداد. اتفاقا جامعه وقتی آقای خمینی گفتن که یا روسری یا توسری که با چماق نیروهای چماقدارشون به سرکردگی آقای هادی غفاری که الان اصلاح طلب هست رفتن جلوی دانشگاه تهران چماقاشون رو به هوا گرفتن، اتفاقا اون رو جامعه عکس العمل نشون داده بود. بنده گفتم جامعه این حق را داشت که میآمد و عکس العمل نشان میداد. و یک مورد هم عرض کنم، اتفاقا همین بحث روسری یا توسری جالب بودش. آقای بنی‌صدر تعریف میکنن میگن که آقا وقتی این مسئله پیش آمد بنده و آقای مهندس بازرگان خدا بیامرز رفتیم قم پیش این آقا. میگم من به ایشون گفتم آقا شما مگه در نوفلاشاتون نگفتی که کاری به پوشش خانوما نداری؟ این چیست اینا شما گفتی؟ مگه شما متعهد نشدی اینا؟ مگه اسلام نمیگوید عفو بلغت؟ میگن آقا با پررویی تمام با اون سن و سالش برگشت گفت من اون روز حالا یک چیزی گفتم صلاح مصلحت در اون بود، امروز هم یه چیز میگم، فردا ببینم مصلحت چیز دیگری میگویم. قضیهش متاسفانه به این ترتیب بود. بقیه مسائل آقای خمینی هم به همین ترتیب بود. بله یک موردم که از دالی فرمودید درست بود، مردم به دنبال آقای خمینی افتادن، روشنفکران افتادن به خاطر اینکه این آقا شده بود بیان انقلاب. مردم وقتی این آقا در نوفلاشاتو بود نمیدونستن واقعا این آقا چی میخواد بگه. خیلی های دیگر همونجا دوره بره بله این رو من اشاره کردم. البته همون موقع میشد به آثار آقای خمینی مراجعه کرد و دید در اونجا حکومت اسلامی بقیه نوشتارهای ایشون هست و میشه دید که از در پس ذهن ایشون چه بود، چه حکومتی رو تحریزی کرده بود و حتی آنچه که در سال 42 اتفاق افتاده بود، مخالفت آقای خمینی با شوراهای شهری و حقوق زنان و حق رأی زنان. تفسیر شما رو میشنویم آقای قاسمی عزیز درباره آنچه که آیت الله خمینی گفت که نسل گذشته حق نداشت برای نسل امروز حکومت تعیین کنه. آیا این پرسش مطرحه؟ آیا نسل جوان امروز حق نداره که بیاد و نوع حکومت خودشو انتخاب کنه؟ بگه ما چه نوع حکومتی؟ جناب چالنگی من اول یه توضیح بدم در مورد صحبت قبل. نه تنها جوان بلکه ملت، تمامی ملت چنین حقی رو داره و این اصلا به نظر من جای بحث نداره که تمامی ملت چنین حقی رو داشته و داره و خواهد داشت. و اتفاقا اونقدر این حق بر ملت یقینه که حتی حکومت جمهوری اسلامی و حکومت‌های ماننده او هم این حق رو در تئوری نمیان سلب کنن، میگن ما این حق رو دادیم به بهترین وجه هم داریم میدیم، منتها در اون چه که انجام میدن مورد منازعه است که نخیر شما در فلان زمینه مثلا تقلب کردید یا ندادید یا فلان قسمت رو ساقط کردید. هیچ کس منکر این نمیشه، حتی اونها هم میگن ما دادیم، ما 98% مردم به ما رأی دادن و ما نماینده بیچون و چرای مردمیم، به این دلیل که ما اون دلایل رو نمیپذیریم. در مورد اون چه که شما گفتید من یه اشاره بکنم به عنوان جوان نسل انقلاب، حداقل بذارید در خودم دفاع بکنم. آقای چالنگی شما ایشون اتهامی متوجهتون نیست؟ نه چرا کردید بذارید منم از خودم دفاع بکنم. چه تلاشی جوان زمان انقلاب، چه تلاشی ما باید در 3 سال اول انقلاب میکردیم که نکردیم، چقدر بعد ادامه میدادیم که ندادیم، چقدر بعد تو خیابونها کتک میخوردیم که نخوردیم، چقدر بعد بخشی از ما درگیر مسلحانه حتی شدن، بخشی درگیری مسلحانه را قبول نداشتن، به شکل غیر مسلحانه مخالفت کردن و اعدام شدن، ما چه باید میکردیم که نکردیم؟ این یه بحث. بعد در مورد جبهه ملی ایران تا اونجایی که من به یاد دارم از اولین جریانی که جلوی ایشون ایستاد و اگر به یاد داشته باشید حتی شامل فتوای من اجازه بفرمایید اینجا متوقف اجازه بفرمایید من متوجه نشدم کجا من این صحبتو کردم که جوانان به اقداماتی دست نزدن برای سرنوشت خودشون، چون این حرفی رو هیچ وقت مثلا نگفتم، شما گفتید، گفتم دارم از خودم دفاع میکنم نه اینکه شما بنده رو محکوم کردید. چرا اینطور برداشت کردید؟ معمولا در ذهن عمومی هست که جوانها اومدن شاه رو کنار زدن و بعد این حکومت رو آوردن بر ما مسلط کردن و اینا پدران ما هستن، جوانای دیروزن پدران امروز ما هستن. من در اون باب عرض کردم، این صحبت شما نبود. بله بله به این نفع به یادم گفتم دارم که جبهه ملی از اولین گروه ها، نه فقط جبهه ملی، سایر گروه های دیگه
که ایستادن جلوی ایشون در مقابل خلف وعده ها ایستادن و حتی این بحث یا روسری یا توسری من به خوبی به یاد دارم که 3 سال مردم ایران مقاومت کردن، یعنی تا سال انتهای سال 60 این اجباری نبود حداقل در سطح جامعه، تازه از سال 59 به بعد عملی شد توی نهادهای دولتی و حکومتی، درسته که ایشون از سال 58 درخواستش رو داده بود. 3 سال مردم این مقاومت رو کردن، بلکه منازعات سیاسی کشیده شد به درگیری های مسلحانه و اصلا از اون حالت نرم خودش خارج شد. اون موقع بود که دیگه یه وضعیت جدیدی به وجود اومد که همه ما به یاد داریم و شاهدیم، ولی اون مقاومتی که اون نسل باید میکرد، شما اگر یک لیستی رو در هر جای هموطنهای ما سرچ بکنن میبینن که عمدتاً از 14 ساله تا 24 ساله، یعنی این 10 گروه سنی 14 تا 24 در بالاترین کمیت اعدام شدگان و زندانی شدگان اون 3 سال و 10 سال اول انقلاب هستند. من فکر میکنم این اون مشارکتی بودی که با تمام قوا و تمام قد نسل نوجوان و جوان انقلاب انجام داده، علارغم این که این نسل شاید خطاهایی رو که رهبرانش بهش باعث شده بودن کرده بوده، یعنی در اون خطاها مشارکت عملی کرده گرچه مسئول اون خطاها نبوده. بحث ما بر سر این هست آقای قاسمی که آیا شما اشاره کردید که حق تمام افراد جامعه هست برای تعیین نوع حکومتشون، اما اگر بیان و گفته بشه جوانان امروز که آقا نسل پیشتر از ما آمدید و شما رأیتون رو دادید به جمهوری اسلامی، ما هنوز به دنیا نیومده، من جوان 28 ساله ای هست حرفی چنین میزنه یا کمتر یا بیشتر، ما الان به اون حکومتی که شما به اون نظامی که رأی دادید وجود داشته باشه دیگه اعتقاد نداریم، میبینیم هیچ آینده ای نداریم، حداقل یک بار از این حق طبیعی خودمون استفاده کنیم. جناب چلنگی ببخشید من اینو میگم، این طبیعی کسی که قدرت رو به طور نامشروع تصاحب میکنه من بعید میدونم توی جای تاریخ خودش داوطلبانه مسلما چنین کاری میکنه. بدون شک این حیوم این است، این بله. این حق رو دارن یا ندارن؟ نه تنها دارن بعد اعمال بکنن. جوان باید امروز هم که هیچ نهادی رو حکومت در اختیارش نمیذاره که نخواهد گذاشت، طبیعی هم هست که نذاره، خودش باید در امور کلان جامعه خودش مشارکت بکنه، بی تفاوت نباشه به مسائل محیطی اجتماعی خودش، بیاد جلو. همونطور که تا حالا هم جوانای زیادی تو این زمینه مشارکت کردن، تمامی جوانها باید مشارکت کنن تا این مشارکت توسط یک گروه اندکی از جوانها نباشه، چنان که چنین باشه اونها تنها میمونن، منزوی میمونن، هزینه بیش از حد توان خود رو باید تحمل بکنن و این تنها به نفع اون نیرویه که این مدیریت کلان رو در واقع داره تنهایی و تک صدایی انجام میده. من بدون شک با تایید حرف شما حتما اینطور میبینم که همه جوان ها باید بیان به عرصه مشارکت در امور کلان اجتماعی خودشون. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگه. آقای شکوری عزیز، همونطور که در جریان هستید، آیت الله خامنه ای نامه ای نوشته خطاب به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی، حالا تا چند اندازه جوانان آمریکای شمالی که منظور کانادا و آمریکاست و اروپایی فرصت یا امکان خوندن چنین نامه ای رو دادن، اون یه بحث دیگه است، برحال از این کارها انجام میشه، از این مدل کارها. آقای مهدی طائب آمده و گفته که همونطور که نامه آیت الله خمینی به گورباچوف مؤثر بود در سقوط شوروی سابق، این نامه آقای خامنه ای هم به جوانان غربی بسیار اثرگذار خواهد بود در به اصطلاح گرویدن جوامع غربی به اسلام به اون نحوی که در تهران تعریف میشه. تفسیر شما رو راجع به این نامه میشنویم، واقعا آقای خامنه ای اعتقاد داره چون این نامه جوانان میخونن و بعد گروه گروه به ولایت فقیه میپیوندن؟ بله، ابتدای نکته رو عرض کنم، آقای خامنه ای نامه ای به گورباچوف نوشتن
یک همچین پیشبینی را در مورد شوروی سابق خیلی هم داشتن، از جمله فیلسوف بزرگ معاصر آقای کارل ریمون پوپر بود، فقط آقای خمینی نبود. یک همچین حرکتی هم یک به قول من پیشبینی خیلی عجیب و غریبی هم نبود که اینها میگوین که آقای خمینی نامه نوشتن این گونه شد اون گونه شد دیگه در اون زمان. بله، این خیلی... جمله کلی بود که در تمام نامه های اینچنین هست که مثلا حکومت های استبداد و ظلم بالاخره فرو خواهند ریخت. حالا اگه پس بعد فرو ریخت نمیشه گفته ما پیشبینی کرده بودیم که شما فرو میرید. بفرمایید. بله، بنده چون یادم از همون موقع مثلا آقای دکتر یزدی هم مقالاتی نوشته بودن همین پیشبینی رو کرده بودن، خیلی های دیگر هم، یعنی زمان گورباچوف دیگه همین پیشبینی رو میکردن، فقط خواجه حافظ شیراز این پیشبینی را نکرده بود. حالا اینا هر روز میگن که آقای خمینی ناگرفته نامه نوشته اونجا را قیامت کرده. خدمت شما که حالا این نامه‌ای که آقای خامنه‌ای نوشته، نامش خیلی جالب است، منتها آقای خامنه‌ای داره طبق روال دروغ میگوید. اصولا این آقا حرفش با اعمال کردارش همخونی ندارد. حالا چطور ندارد؟ متن اون نامه رو شما نگاه کنید، این آقا اونجا به اون جوانهای غربی پیشنهاد کرده، گفته که من به شما نمیگویم که حرف منو گوش بدید یا حرف تروریستا را یا حرف دولت مردان غربی را در مورد اسلام، شما خودتون برمید مستقیم به این متون اصیل اسلام، قرآن و زندگی و حیات رسول الله اونجا مراجعه کنید. و مرد حسابی این حرف را که معذرت میخوام از سید جمال اسدآبادی شروع شد، گفتن آقا ما به خود قرآن رجوع میکنیم و به خود سنت رجوع میکنیم، کشید تا مرحوم پدر طالقانی، مرحوم بازرگان، بنیصد، شریعتی، همه اینا که همین را گفتن، شما اینا را تکفیر کردید. اینا همین را میگفتن دیگه، حرف شاق و دومداری که نمیزدن، اینا همین را گفتن. شما خودتون امام امت شما علیه شریعتی چی گفت؟ خب این همون اسلام منهای روحانیت است دیگه، زدن به سرچشمه. بس این آقا داره دروغ میگوید اینجا، فقط یک بساط تبلیغاتی به راه کرده. این یک موردش هست. مورد دیگر چیست؟ این آقا در اون نامه میگوید که من به شما جوانهای غربی نمیگویم که تلقی من یا فلان تلقی را شما از اسلام قبول کنید. خب مرد حسابی، تو اون خمینی پدر ما ملت را در آوردید سر همین قضیه، خیلی ها را شما تیرباران کردید به خاطر اینکه تلقی شما از اسلام را قبول نداشتن. این شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه را که شما باب کردید، با این پدر ما را در آوردید، ما را بدبخت کردید تا کنون، این همینه که تلقی تو را قبول نداشتیم. بنده که الان آواره هستم چون تلقی تو را قبول نداشتم. تو چرا دروغ نوشته ای به اونا که شما حالا اگر خواستید من به شما نمیگویم تلقی من را قبول کنید یا تلقی دیگر را. بس این آقا دارد دروغ میگوید، تناقض همینه. حالا چرا این نامه را این آقا نوشته؟ این برنامه دارد، این وضعیتی که الان حادث شده در این اروپا، این روزنامه نگارا را ترور کردن، یک عده به نام اسلام، این روزنامه شارلی ابدو، یک فضایی ایجاد شده که غربی ها میگوین که این عربستان و قطر هستن، اون تروریست اسلامی غیر حکومتی را دارن ترویج میکنن، جمهوری اسلامی تروریست حکومتی را ترویج میکنن. حالا اونها اون عربستان و قطر را اونجا مسئول میدونن، به اونها گیر دادن، میگن آقا مقصر شمایی. در نتیجه سعی کرده این آقای خامنه‌ای هم فضا را مناسب دیده، اینجا گفته خب منم یک همچین نامه‌ای می‌نویسم، این یک جوری به عبارتی می‌زنم تو دهن عربستان و قطر، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای جنگ را هم در خاورمیانه از عربستان برده تا کنون. این بس یک بحثه. بحث دیگری هم که هست، اینها همیشه برنامه داشتن رو بحث هلال شیعی در منطقه، حالا آقای خامنه‌ای یه دونه تیری هم پرتاب کرده، گفته آقا ما یک نامه‌ای می‌نویسیم، چه بسا برخی از این جوانها در غرب بیاین مسلمان بشوند، داخل ایران هم که نیستن بدونن چی خبر است، با این نامه ای که بنده نوشتم، حالا چهار تا اونا هم تحریک شدن رفتن به سمت اسلام پذیرفتن، خب مسلم اینه بنده را میپذیرن. ما این هلال شیعی را میکنیم، هلال اسلامی، تا درون غرب هم اینا ادامه میدن، تیری در تاریکی. آقای خامنه‌ای همین کاری کرده، برنامه ایشون اینه، اونجا میخواد فریب بده. تفسیر شما رو آقای قاسمی در مورد نامه آقای خامنه‌ای. جناب چالنگی، بدون شک ایشون همیشه دوست داشته منشأ اثر باشه و به نظر میاد همیشه برای منشأ اثر بودن باید خاصیت داشت، یعنی این خاصیت داشتن ما هست که منشأ اثر بودن ماست. حالا اون رو تاریخ و امروز هر محققی یا هر علاقه‌مندی به مسائل سیاسی در ارتباط با وضعیت ایران میتونه
پیش بینی کنم. منتها من اون تفسیری که دارم از عمل ایشون، من تصور میکنم ایشون منتظر یک سری عکس العمل های تندتری در ارتباط با تحریم ها و در ارتباط با مجموعه فشارهایی که دول اروپای آمریکایی خواهند آورد در آینده هست. به همین نحو شاید به این شکل خواسته تاثیرگذاری رو افکار عمومی غرب انجام بده، به خصوص با وسعتی که مسلمان‌ها در غرب دارن، به این شکل با این نامنگاری در واقع به نوعی تاثیرگذاری رو جوانان مسلمان غرب گذاشته باشه که شاید این نوعی جلوگیری باشه از شدت فشارهایی که در آینده منتظر اون هست بر ایران بیاد. خب آقای شکوری، نکته اینه که ببینید ایشون در نامه‌شون گفته که من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدم، نه به این علت که پدران مادران شما را ندیده میانگارم، بلکه به این سبب که آینده ملت و سرزمینتان را در دست شما میبینم و نیز حس حقیقت جویی را در قلبهای شما زنده تر و هوشیارتر میابم. خیلی، این یک ملای شیعه است، آیت الله خمینی، ولی فقیه، حاکم بر ایران، چون این حرفی میزنه. پرسش بلافاصله اینه، خب چرا همچین حرفی رو درباره جوانان ایران شما قبول ندارید؟ چرا گرز آتشین ولایت فقیه بر سر جوانان ایرانه؟ چرا امید رضا میر سیافی مگر جوان ایرانی نبود؟ ایشون تنها یه جمله گفته بود. وقتی آقای خامنه ای با شفیه فلسطینی برگردن سینه به تنور میچسبوند به ریا برای فلسطینی ها، ایشون گفت آقای خامنه ای شما که میگید پدر فلسطینی ها هستین، کودکان فلسطینی، جوانان فلسطینی، منم فرزند شما هستم، مثلا چرا به وضع ما نمیرسید؟ چرا؟ شما فکر میکنید چون این ریاکاری مستتر در این نامه رو آیا خریداری هست در این سوی قضیه که غرب باشه؟ بله، نگاه کنید این ریاکاری هست. حالا تا چه حد این دروغ های مستتر، این ریاکاری ها، این فریبکاری ها خریدار داشته باشد، اون رو به هر حال زمان نشان میدهد. ما در اون مورد به اون معنا نمیتوانیم سخن بگوییم. منتها عرض کردم از روز ابتدا هم کار آقایان همین بود. خود آقای خمینی ماشاءالله یک شیاد بزرگی بودن که در نوفلا شادو تعهداتی دادن، وقتی به ایران آمدن از همون لحظه اول زدن زیرش. اینها به همین ترتیب هستن. نگاه کنید در مورد جوانان، شما اصلا هر موردی را که در ایران میخواهید تحلیل کنید در رژیم ولایت فقیه، باید در چارچوب قدرت ولایت مطلقه شما تحلیل کنید، غیر این اصلا نمیشود تحلیل کرد. بحث جوان ها هم برای آقای خمینی مهم بود، هم برای آقای خامنه ای. حالا به چه ترتیب مهم بود؟ شما الان یه سرچ کوچیک هم اگه بکنید صحبت های اینها، یا به اون صحیفه نور، صحیفه من چه میدونم گور، حالا یه نگاهی بیاندازید میبینید اینها یک عالم در مورد این جوان ها صحبت کردن. آقای خامنه ای که هر هفته دارن تو این جمع های مختلف این جوان ها صحبت میکنن، بنابراین برای اینها مهمه، نه فقط برای اینها، برای همه حکومت ها مهمه، برای این دیکتاتوری ها مهم هستش. منتها برداشت اینها دو جنبه دارد در مورد جوانها، یکی ایجابی است یکی سلبی. بحث ایجابیش این است، اون تعداد از جوانهایی که با اینها همراه باشند در سامانه اینها شناخته میشوند. الان شما میبینید جوانهایی که با اینها هستن بسیجی هستن، چه میدانم در جاهای مختلف با اینها چماقدار هستن، فعالیت میکنن، اینها رو میبرن صدا سیما، جاهای دیگر با یه دیپلم استخدام میکنن. کسانی که با اینها نباشند، فوق لیسانس هم داشته باشن، استخدام اینجا نمیشوند، همچنان بیکار باید خیابون متر کنن. و بعد در دانشگاه هایی رو اینها درست کردن، دانشگاه امام حسین سپاه هست، دانشگاه امام محمد باقر اطلاعات هست، دانشگاه مثلا امام صادق هست که مال مهدوی کنی بود، الان رسیده به برادرشون. اینجا نیروهای خودشون را اینها به قول معروف پرورش میدن. بنابراین بحث جوان ها برای اینها مهم است. منتها یک بحثی که هست، آقای خامنه ای دقیقا این را میدوند، این هست. آقای خامنه‌ای از ما و شما، از همه آدم عالم بهتر میداند که فرعون زمان است، بهتر میداند که دیکتاتور است، چون دستور تمام این خرابیگی ها و این ویرانی ها را خود او داره صادر میکند. این نیست که ایشون ندوند، و ایشون آدم دنیا دیده است. پیش از انقلاب یکی از سخنرانان حسینی ارشاد بوده، ایشون رمان میخونن، دنیا را میشناسن.
ایشون میدانند رویه‌ای که جمهوری اسلامی دارد مسلم مردم و بالاخص جوانها بر اون خواهند خروشید. بنابراین آقای خامنه‌ای پیش خود یک چیز میگوید، میگوید گرگ زاده عاقبت گرگ شود. حرف آقای خامنه‌ای این است، میگوید جوان را اگر ما امروز بخوایم، جوانهایی که با ما نیستن، مخالف هم نمیخواد باشن، با ما نیستن، اگر امروز به اینها بها بدهیم، اگر امروز جلو ارتزاق اینها را نگیریم، اینها را امروز بی شخصیت نکنیم، جلوی اراده اینها را به انهای مختلف نگیریم، اینها در 30-40 سالگی خب انقلاب میکنن علیه ما، قدرت را از ید ما بیرون میآورن. برداشتشون همین هست و اصولا هم دروغ میگن، اصولا دیکتاتورها همینن، گفتار رفتارشون با هم دیگر نمیخونن. به هر حال صحبت آقای خمینی شد که شما گفتید صفاتی رو به کار بردید که آقای رفسنجانی با این صفات مخالفه. آقای رفسنجانی علی‌رغم کشتارهایی که در زمان آیت الله خمینی شد، میگن که آقای خمینی آدم میانه روی بود و هیچ وقت افراطی از ایشون دیده نشد. برحال اون کشتارهای دهه 50 و دهه 60 بر پشت بام مدرسه علوی، کشتاری که انجام دادن امیران ارتش ایران و بعدها در دهه 60 در زندانهای ایران چندین هزار نفر رو کشتن. نظر شما چی هست آقای قاسمی درباره این چی که این یکی روحانی شیعه ملای حاکم شیعه میگه آقای رفسنجانی؟ آیا این چی که امروز شاهد هستیم به مناسبت همین ایام انقلاب هم هست، پایه و اساسش رو آقای خمینی و حواریون ایشون نذاشته بود؟ من فکر میکنم از اونجایی که آقای هاشمی به نوعی همیشه خودش رو مجبوره، یعنی نه اینکه ایشون اینطور ببینه، همه میبینن، شریک میبینه در اون چه که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاده و یکی از مشاورای مهم و تاثیرگذار آقای خمینی بوده، باید چنین ابراز نظری بکنه. در واقع ایشون داره بیان میکنه که خودش به عنوان یک شریک در اون دوره میانه رو بوده. این میانه روی رو در واقع من فکر میکنم داره به خودش اطلاق میکنه. در هر حال چون فرصت کمه، من امیدوارم جوانای ما در ایران همچنان که به موازات نامه که آقای خامنه ای برای جوانای غیر ایرانی فرستاده، جوانای کشور ما هم به شکلی شکیل و شایسته بتونن بازتاب کننده رنجی باشن که در این مجموع جوانا در ایران بردن و میبرن. امیدوارم اونها هم بتونن بازتابگر این رنج باشن برای جوانای غیر ایرانی با نوعی از فعالیت هایی که انجام میدن. سپاس بسیار داریم آقای بهروز قاسمی عزیز، با سپاس از شما. ممنون. من فقط یه مطلب، امیدوارم جوانای ما با امید باشن، امیدشون از دست ندن، شاد و پرنشاد به دنبال راهی بگردن برای اصلاح وضع موجود. و سپاسگزار هستیم آقای مازیار شکوری گرامی در ترکیه. موفق باشید انشالله. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی روزگاری خوش برای جوانان ایران و جوانان همه کشورهای جهان. با ما با نشانی که میبینید، نشانی فیسبوکی که بر صفحه تلویزیون میبینید، در تماس باشید و نظرات خودتون رو مطمئن باشید که بازتاب خواهیم داد در برنامه‌های تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری، کوهساران دراک، تفتان، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.